با این مدیتیشن و ذهنمو از هر چی آدم منفی دور کنم، مخصوصا بعضیا، هر چی آدم منفی از ذهن و جسم من دور باد. از زمان نزم. الو سلام احنا جانم، خوبی عزیزم؟ قربونت عزیزم، چه عجب تو من زنگ زدی، داشتم مدیتیشن میکردم عزیزم، قربونت برم. بعدت جم جان، نه 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 بگو بگو، بعدم مدیتیشن انجام بدم. جان بگو چی چی جاری چیکار کرده؟ چی رفته خونه مادر شوهرم تمیز کرده؟ جاری من، جاری من انقدر تنبله لیوانشو بر نمیداره ازم بذاره اون، رفته خونه مادر شوهرم تمیز کرده تو استوری؟ خب بگو ببینم اصلا منم چی نوشته. آها نوشته نبودم، ببخشید نبودم که داشتم خونه مادر شوهرم تمیز میکردم. عمرن زرت پرو، ببین من تحت شوهر نمیارم. خب دیگه چی نوشته؟ آها نوشته، آره نوشته مادر شوهر مثل مادر خود آدم میمونه. عمرن یه چه بلایی سر مادر شوهر بنده خدای من نیورده. آره عمرن، ببین دروغ میگه، این همش دروغه. این استوریا رو میذاره خودش پیش فامیلای شوهرم شیرین کنه، بگه من چه عروس خوبی هستم، خیلی پرروه. من فهم میگم خارش روزگار، ببین اگه من رو تحتش در نیوردم خیلی برپرید است، خیلی. همین الان آمارشو میگیرم داشته باشم، الان بزنم زنگ قربونه، بزن به مادر شوهر زنگ بزنم الان همین الان. فرضشم قربونه خدا. الو من چرا دیدی گفتم این برپریده دروغ میگه؟ من میشناسم این سلیت بانو رو، فقط میگم خوش روزگار. ببین دقیقاً اون استوری گذاشته که من رفتم خونه مادر شوهرم تمیز کردم، خونه تکونی کردم، که همه فامیل شوهرم بگن بابا چه عروسیه، بعد میگم منو با اون مقایسه کنن. آره به خدا همینه، همه هدفش اینه که منو بچزونه. آره الان زنگ زدم مادر شوهرم دیگه، گفتم مادر جون مونا اومده تو استوری نوشته خونه تکونی خونه شما رو انجام داده، شما که میخواستی خونه رو تمیز کنی میگفتی منم میمدم کمک میکردم، من که همیشه کمکت میکنم. آره گفتم شما من فکر کارگر میخوای بگیری، وگرنه من که همه رو کمک میکنم دیگه، میام شما رو کمک میکنم. اتفاقا یادآوری کردم که یاد پارسا من رفتم خونه مونای و پریده رو، البته نگفتم مونای و پریده، گفتم مونا رو تمیز کردم، بعد چیز دو هفته کمرم درد گرفت. آره آره گوش بده مهنوز، آی مهنوز فقط این مونا منو میچزونه. دقیقاً مادر شوهرم برگشت گفت مادر نه، اون منظورش این نبوده که خونه رو تمیز کرده، منظورش این بوده که چیزه به من پیشنهاد داده کیو بیارم خونه رو تمیز کنم. گفتم چطور؟ گفت دو سه روز پیش زنگ زد گفت مادر جون من یک دو تا کارگر گرفتم خونه رو خیلی تمیز کردم، میخوای بیا خونه تو رو هم تمیز کنن و اینا. میگه منم گفتم آره بیان و اینا، بعد میگم دیروز اومدن از صبح تا شب من خونه رو تمیز کردم، مونا جان 5 دقیقه آخر اومد چک کرد اونا خوب تمیز کردن، اینا رفته چه چایی هم با هم خوردیم. چقدر این بر پرید اسمم، گفتم خوش روزه با، گفتم وا یعنی بعد 5 دقیقه که اومد چک کرد دیگه چایی هم باشون خورده میشه من خونه رو تمیز کردم. گفتم آره آخه نمیشه خونه مادر شوهرم نبودم، چه نبودم به خاطر این بوده که رفتم خونه تکونی خونه مادر شوهرم. آره اونم میخندید میگم نه عزیزم سوء تفاهم شد. ببین چقدر شانس داره، همه هم طرفشو میگیرن، خیلی پروه، به خدا جا داره اون عکسشو من بعدم استوری کنم بگم که عزیزم شما که نوشتی رفتم خونه مادر شوهرم خونه تکونی کردم، من آمار گرفتم، شما یه لیوان بعد نشی جابجا کنی، خودش کارگر گرفته، شما قرار یه چای خوردی زحمتم دادی به مادر شوهرم بعد رفتی خونه. به خدا به خدا منم به خودش بر پریده بودم و دقیقاً همین کارو میکردم، خیلی پرروه، خیلی. حالا جوری هر کس فامیل شوهرم بشینم میگم، میگم فکر نکن تمیز کرده، اون دقیقاً همین کارو کرده، همه بدونن چقدر بر پریده است. من اصلا ناراحت نشم، من میخندم، من فقط به این جاری میخندم. نخندم چیکار کنم الان؟ تو من داشتم که مدیتیشن میکردم که ذهنم خالی بشه از این فکرایی که دارم جاری دارم، نمیذاره دیگه، نمیذاره چه مدیتیشن کنم دیگه. قربونت برم عزیزم، قربونت برم، مرغ خودت باش. فرشا ای خبرش برم.